با اجازه همه شما و بزرگان و بزرگواران در این محفل حضور داریم و این سال امر در این روز مبارک جمعه که با مناسبت هفتمین سالگرد رحلت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسینی پدر بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عادلی برگزار است، در دو سه مورد بسیار مختصر مسائلی را به عرض می رسانم و التماس دعا دارم. به همین مناسبتی که این مجلس برگزار گردیده مختصر یادی از این شخصیت بزرگوار مخلص متقی فداکار شجاع مهمان نواز دلسوز با عاطفه و مخلص یاد می کنم که دو مورد آن نیاز بزرگواری است که من به گذشته تاریخی وضعیت خانواده ای که مجلس به حضور برگزار شده صحبت نمیکنم، وقت شما رو نمیگیرم. کتاب دعای عادلی نمیشه کرده، هر که خان باز قسمت های رو شاید بدانم ولی بازم کافی نیست. برو به نام دودمان سید شاه مردان نمیشتن چیزی که من میدانم این قریه این قلا این خانه و ایران است، یعنی در منطقه ما تقریبا 90% این قریه خراب شدن، 10% هم که باقی مونده بودن با باقیش رفتن به عراق و لینز و جای دیگر و جناب حجت الاسلام و مسلمان از آقای فاضل حسینی هم در همین رابطه شدید است. همه از اون اولاد و فرزندان سید عبدالله است. حجت الاسلام و مسلمان جناب آقای حسینی همون قسمی که دلسوز بود، مخلص بود، معتقد بود، ولایی بود، در مسائل اجتماعی هم حضور خود داشت و دفاع از مردم هم فعال بود و در تحولات کوچی ها او و یار همیشگی او حاجی سید شاه حسین سجادی که خدا انشاءالله حفظش بکنن که در پارسایی شخصیت بی نظیر است، دلم در خوب پدر آقای سجادی، اینا در قضای کوچی حضور جدی داشتن، دفاع میکردن در همون زمان های قدیمی که جنگ شده بود، فاجعه خلق شده بود و قلعه ها و قریه ها را سبتان نمیدن. یک دو نفر پرچمدار مدافع مردم بود. جنگ کوچی مثل جنگ امروز نبود که معامله کنن و پیشینن و تحلیل بکنن و تو یک قصه جدا داره و انتقام جویی از یک قضیه دیگه است. فعلا این های کلش که دفاع میکنه که ما دفاع میکنیم و مشکل حل میکنیم، این هم مسائل سیاسی است. نفر در یک منطقه سوخته. مورد دومه که این شخصیت عزیز در زندگیش بسیار برجسته بود، قضیه جهاد بود که ما شاهد آن بودیم. جهاد مردم شروع شده بود، احزاب آمد برای تنظیم و سازماندهی و هدایت و برنامه ریزی، تحولات پیش آمد، تندرویه ها، کندرویه ها، تمین ها، فرش ها و تفاها و صد تا مصیبت دیگر. یکی ده واقعا بدون نام و نشان و عنوان و ارتباط و اینا کار میکرد.
ما در منطقه که کوتلی اونه داریم و در زمانهای قبل هم سنگر بوده و بعد هم یک سنگرهای اساسی بود، دو نفری که دوامدار در اونجا حضور داشت و بدون عنوان و نام و نشان، یکی حضرت الاسلام و المسلمین آقای آقا حسن حسینی پدر جناب حضرت الاسلام و المسلمین جناب آقای عادلی بود، یکی هم حضرت الاسلام حاجی شامسین آقای سجادی که صدها متر را کانال می زدن اینا بدون یکی کسی بفهمد، نان خود خودشان می برد، کار خود خودشان می کرد، هیچ گونه ادعای ارتباطات سیاسی را نداشت، عنوان هم نداشت و کانال می زدن و سنگر درست می کردن. آدم های پیرمن ولی با روحیه، با قدرت. و بسیار جالب بود، هواپیما هلیکوپتری که سقوط کرده بود همه یا همه را هر کس بردن، ولی این دو تا بزرگوار آمده بود و موشک های هوا به زمین هلیکوپتر را باز میکردن و تلاش میکرد از این استفاده درست صورت میگیرد، گرچند بعدهای به نام بعض دوستای دیگه شد، ولی مشخصا این موشک ها فعال کردن زمین به زمین، نامش گذاشتن الجهاد که مربوط به این دوتا بزرگ بود. حضور گرم داشت دورانی هم که جنجال ها پیش آمد، مشکلات اینا به عنوان مسلم و منتقد در منطقه ماندن که سرانجام در 29 ثور سال 1375 به رحمت ایزدی پیوست که خداوند روح او را با ارواح طیبه شهدا و گذشتگان مخصوصا پیامبر عظیم شأن اسلام مشروب بگردانه. سلام.